با صحب اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. واشنگتن پست با عنوان اسناد درس کرده میگوید که ایران در میان کمک به زلزله‌زدگان سلاح بر علیه سربازان آمریکایی پنهان کرد نوشت ایران و نیروهای نیابتیش از طریق ارسال مخفیانه تسلیحات پنهان شده در کمک‌های انسان دوستانه‌ای که به دنبال زلزله فاجعه بار به منطقه سرازیر شد امکان حمله به نیروهای آمریکایی در سوریه را فراهم کردند. النهار العربی با عنوان هک سایت‌های وزارت خارجه ایران و انتشار اسناد مربوط به موافقتنامه تبادل اسدی نوشت در یکی از گزارشات به دست آمده تأکید شده است که موضوع اسدی در حیطه وظایف وزارت اطلاعات بوده و تمامی تحرکات و فعالیت‌های مربوطه پس از بازداشت اسدی نیز از سوی آن وزارتخانه مدیریت و هدایت شده است. سایت CNN طی مصاحبه‌ای با نمایندگان کنگره گفته شد با توجه به نقض وحشیانه حقوق مردم توسط رژیم ایران من فکر می‌کنم که چشم‌انداز مذاکره از هر زمان دیگری دورتر است. بنابراین ما در حال حاضر کمی مشکل داریم زیرا اهرم زیادی در اختیار نداریم. روزنامه العرب لندن با عنوان سستی حکومت آمریکا شبه نظامیان ایرانی را در سوریه تشویق می‌کند نوشت تشدید حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی در سوریه علاوه بر نگرانی از احتمال وقوع یک درگیری جدید در منطقه سوالاتی را در مورد اثر بخشی سیاست دولت رئیس جمهور جو بایدن در قبال ایران ایجاد کرده است. مایکروسافت طی گزارشی اعلام کرد ایران به عملیات نفوذ سایبری جهانی خود سرعت می‌بخشد. این تلاش‌ها از جوان 2022 به سرعت در حال افزایش است و 24 عملیات نفوذ سایبری منحصر به فرد را در طول سال به دولت ایران نسبت داده است. این در مقایسه با تنها 7 مورد در سال 2021 میباشد. پیتسبورگ پست‌گازت آمریکا نوشت بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای تحلیل شده به وسیله خبرگزاری آسوشیتد پرس در روز یکشنبه دو نفتکش که به تازگی به وسیله رژیم ایران توقیف شده‌اند در سواحل یکی از بندرهای اصلی این کشور در تنگه استراتژیک هرمز لنگر انداختند. رساله پست مصر شبکه شرق رژیم وابسته به سپاه پاسداران روز 15 اردیبهشت 1402 با عنوان عراقی‌ها خریدار کلیه ایرانیان به قیمت دلار نوشت دلالان فروشنده را راهی کشورهای همسایه مانند دبی و ترکیه می‌کنند تا اعضای بدن خود را به قیمت 7000 دلار تا 15000 دلار بفروشند.